محمود بچه میخواد، اما همسرش برای حفظ زیبایی به خواسته شوهرش تن نمیده. محمود بر اثر اتفاقی عقیم میشه و برای معالجه به اروپا میره و بعد از برگشت متوجه میشه که همسرش رو به گروگان گرفتن. بخشایی از فیلم نقص فنی رو با هم تماشا میکنیم. من دیگه شام و نهار درست چرا میکنم؟ ده برای این که زور نهارشون شیر و موز بوده، شامم دارم باز موز و شیر میخورم. به تو چه مربوطه است؟ شیر و موز برای لوز و معده خوبه است. دکتر گفته است برای کار افتادن کبد و کلیه‌ام تا میتونم شیر و موز و اینجور چیزا بخورم. ای وای محمود آقا جون، پس منم میتونم برای کبدم شیر و موز بخورم؟ بیا برو اونقدر بخور تا بده. یالا شما درد نکنید، قربونه دست شما. نکنه مرض که من گرفتم رو بابام گرفته باشه. زهر مار، نخند آبرون میره، میفهمه. انگار نسخه آقا ماشالله یه نیروی دیگه بهم داد. راست میگی؟ پس بذار برم خودمو خوشگل کنم. تو همیشه خوشگل عزیزم، بلانشو ببینم. آقا صابونم موز و شیر میخن؟ آره 10 تا تخم مرغ نیم رو. ماشاءالله. محمود آقا هیچ معلوم هست شما چه مرضی گرفته؟ تا چشمت کور بشه. حالا فهمیدی چه مرضی گرفتم؟ دیگه فضول نکنی یا. چی شد؟ نمیدونم. الان فیلم همقسم به کارگردانی مهدی رئیس فیروز محصول سال 1354. توی فیلم رضا و منیر با هم همقسم میشن که به عشق همدیگه وفادار بمونن. در حالی که این دو نفر مقدمات ازدواجشون رو فراهم میکنن، اکبر دوست صمیمی رضا از سفر خارج بر میگرده و بدون اطلاع از علاقه رضا و منیر با منیر آشنا میشه و به اون دل میبازه. اکبر از رضا میخواد که منیر رو براش خواستگاری کنه. رضا هم از منیر میخواد که به ازدواج با دوستش اکبر تن بده و از اون چشم بپوشه. منیر به دلیل علاقش به رضا درخواست اونو میپذیره و با اکبر پای سفره عقد میشینه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من میدونم یه پسر باید دردشه به مادرش بگه. داداش خاله، این دختر کیه که اینقدر دل و دینتو برده؟ تو فقط نشونیشو بده، باقی کارا با ما. بله خودش میره واسط خواستگاری. چی بگم؟ درد همینجاست مادر، درد همینجاست که نمیدونم جا مکانش کجاست. رد و نشونی ازش ندارم. اگه داشتم که مثل مرغ سرکنده نبودم. بزن بیاد بیرون خیلی خوب تموم شد. آجوری میخواستم بگم اصلا خونه جناب مرغ پاشو به دار میذاره. اومدم به سمت ایتالیا مستو بخور. بیا رسالت ایتالیا بدی بالا بده بره پایین. شیت گفت بگوره پدرت با اون اوغ زدنت مرده شور برده. اوغ بزن بز بکشمش بیرون. اوغ بزن بز بیرون. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقمند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. خوب عجب خربوزه‌های خوشگلیه. منو بگو که از جالیز رفتم دو تا دوز دیدم، اما خب برای یه نفر بسه. تو هم که نمیخوری، دکتر گفته برای تو یکی بده. کی گفته واسه من بده؟ دکتر دیگه، خر نمیشم دستاتو واکنم. میخوای هوار شیسترم؟ دکتری گفته هم خربوزی برات بده هم دستات نباید واکنم. حالا بیا پایین بشین، خربوز خوردن منو از نزدیک
تماشا بکنی بون. خربوزه هاش مثل هندونه میمونه. باقی یعنی جالیزت آباد چه خربوزه ای از گز اصفهان هم شیرین تری. البته خربوزه شمال اصفهان ها جیگر آدم حال میاره. گاز میزنم از طرف او سرا قربتن الالله. چرا نگاه نمی کنی ها؟ نه من تشنمه، یکی من بده من بخورم دیگه. اتفاقا خربوزه تشنگی رو رفع میکنه، ملاحظه کنین. یه خورده خربوزه بده من. اینها جلوت بردار بخور، این بادم ما رو بسرسی میکنه ها. دستم واکن تا بخورم. ده بی خیالت، حالو هم دستات واکنم که فرار بکنی. آره نه فرار نمی کنم. چه دام میکنی؟ خیال ندارم فرار کنم. داریم میرسیم به شهر، دیگه کجا برم؟ درسته، ولی کارت محکم کاری عیبه نمی کنه. آخه من گرسنمه. هر وقت نونه گیر آوردم یه خورده بهت میدم بخوری. مگی دشنیدی که میگن فکری نون بکنه خره بوده؟ آه بس. ببین آخه منم دلم از این خربوزه میخواد. وای خدا گلوم گیری کرد. وای حقم داری، خیلی خربوزه خوبیه. اگه پولم بلاش میدادم خربوزه های به این خوبی گیرم نمیومد که نمیومد. دستم رو کن. جونه اون رفیقت بشیر. دیگه چیزی گفتی که رو بنده شدم. باشه واز میکنم، اما بدون اگه بخوای فرار بکنی این دفعه هم دست و پاتو میبندم هم دهنتو. باشه فرار نمیکنم دیگه، نمیخوام فرار کنم، دلم واسه بابام تنگ شده. وای باشه خر میشم و وازش میکنم، ولی نری پشتم بشینی سفتی بذاری، کاسف بذاری، کارتیریج بذاری که یارو چی میدونم. هر شو خاک به سرم چقدر بیدم. وای ببین چقدر ریسمان کشید کردم. الهی دستم بشکنه، چرا اینقدر محکم بستم؟ نگاه کن چه خطی انداخته توی پستی بلندی های تنت. تو خود یواش آسیت هم خراب میکنه این خطوط. چقدر اینجا تو گره گوری پیچ بیستدم. بازش میکنم بابا اینقدر. حالا که من دارم باز میکنم تو چرا هم میگی باز کن؟ دارم باز میکنم. وای یه خنافر مال خیرسی. آره سب کن اینقدر حول نزم بابا، دل درد میگیری. هن هن خورت بیدی دختر. خیلی خوشمزه است. آخی قورت بده، فشار بده بری پایین. قورت هول نزن بابا 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 مال تو اینا. چاقو من یه دفعه نخور یا با این هول ولایی که میکنی خفه نشی. چطوری؟ How are you؟ عالیه. بیچاره خربوزه ندیده، اینجوری که میخوری سقه سرد میکنی. دختر اینجا هم که حکیم حکیم نیستش، چرا اینقدر هول میزنی؟ چرا؟ هنه گوشنمه گوشنمه. ای؟ الان مدتی که هیچی نخوردم. خیلی خوب، تا تو داری خودتو خفه میکنی منم میرم دستامو تو آب خفه کنم. دزدمونا جب آب روانیه، همش گله که اومدیم و یه بند خدا تشمش اومدن این آب بخوریم. هر بودم گیرش نیومد، جالیزیم سراش نبود. خوب پول سر خودیم. فیلم همسفر با نقش آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلامت.
هنوز درد میکنه. یادم رفته بود چه برای سرم آوردی. مانتا چی؟ هنوزش درد میکنه؟ بمیرم بلدیم. نه بهش کنه دستم، نمیدونستم اگر سنگ. جون من گرمت میکنه ها، این دوام میمونه واسط خوبه ها، نمیخوری با به سلامتی. تو میزنی یک گلاس؟ نه داداش میبره، ناشاش میپره. عملی سلامتی؟ نه شب اینجا میمونی؟ نه بابا امونتی دارم باز تحویل بدم. فقط قربونت بگو یک دو نفر این موتور رو بزنن زمین. با موتور مشکل بتونین برین ترون، خیلی درد سر داره، تمام جاده پر از مهه. بذارین صبح تا تهرون سه ساعت را بیشتر نیست، سر آفتاب را بیفتین سه ساعت پیش از ظهر اونجایی. اینجا همه چی مهیاست، رخت خواب، تخت خواب. پر مرغ رشتیه، شناسنامه هم نمیخواد. بفرمایید اتاقش هم آفتاب گیره. بفرمایید صبحم به راننده های کامیون میگم یه نگاه به ماشینتون بندازن. خوش باشین جانم. شبگرد مرد لالیه که خواننده کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. کیه؟ ابا ابا ما که اومدیم اینجا؟ دیگه دیشب؟ ابا با کله پاچه میاد چیون عشق هست؟ من عاشق کله پاچه پسر جونم. شهران پاچه کله پاچه یه ایت بابات با سمون سوزود کله پاچه میخری؟ خدا نیامرزده چیون کله پاچه؟ من میمیرم واسه کله پاچه. من بیا ابا خوش باله اونایی که تو خونهشون مرد دارن، تو نمیدونی چه نعمتی آقا باید سر بشتن. بشی اینجا خوشمزه هست. ابدا لو سنگه کنه از کن بیاد.